سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، انفجار در خانه والی طالبان در ولایت تخار. کابل و اسلام آباد متحد به هماهنگی در گذرگاه های مرزی شدند و همچنان در پایان یک بازرگان با خزینه شخصیش کشتارگاه مرغ در ولایت بلخ را ایجاد کرده است. با نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها: یک بازرگان با خزینه شخصیش کشتارگاه مرغ در ولایت بلخ را ایجاد کرده است. روزنامه 8 صبح کابل می‌نویسد یک بازرگان در ولایت بلخ خزینه شخصی خود یک کشتارگاه مرغ را در شرق شهر مزار شریف ایجاد کرده است. کمال الدین مایار مالک این کشتارگاه میگوید که در این مکان 1,100,000 سرمایه گذاری شده است و حدود 40 نفر کارمند در بخش های اداری کشتارگاه و محافظت استخدام شدند. به گفته مایار این کشتارگاه در 24 ساعت زمینه ارزی 16 تن گوشت مرغ را به بازار فراهم می کند. همچنان این کشتارگاه گوشت مرغ با کیفیت باشندگان بلخ حوزه شمال را تأمین می کند. وی می گوید که 2 نفر دکتر در اینجا کار می کنند. محصولاتی که از اینجا می آید اول معاینه و لابراتوار می شود و بعد از آن به مرحله می رود که به خط کشتارگاه تقسیم بندی شود. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ ضمن استقبال از فراهم آوری فرصت شغلی توسط این بازرگان بلخی خواهان حمایت از چنین سرمایه گذاری ها شده است. اسدالله اسد عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ میگوید ایجاد چنین کشتارگاه برای صحی بودن و کیفیت گوشت مرغ حلال بسیار موثر است و میتواند از گوشت مرغ های خود مرده و مریض جلوگیری کند. از سوی هم قدرت الله طارق شهردار شهر مزار شریف ایجاد چنین اماکنی را برای جلوگیری از امراض واگیر، تنظیف شهر و تولید مواد با کیفیت مؤثر می داند. در همین حال انفجار در خانه والی طالبان در ولایت تخار، خبرگزاری کاویان چنین نگاشته است. انفجار در خانه والی طالبان در تخار صورت گرفته است. منابع و کاویان می گویند مواد انفجاری در موتر هایلکس تعقیبی والی جاسازی شده بود که در منزل او منفجر شده است. هنوز روشن نیست که این رویداد تلفات به همراه دارد یا نه، اما طالبان انفجار را تایید و تلفات ناشی از آن را رد کردند. این نخستین بار است که والی طالبان در خانهش آماج قرار می گیرد. بیشتر یک محافظ والی طالبان در تخار نیز از سوی افراد ناشناس سرور شده و مهاجمان پس از قتل او سلاحش را با خود برده اند. در همین حال کابل و اسلام آباد متحد به هماهنگی در گذرگاه های مرزی افغانستان شدند. روزنامه 8 صبح کابل می نویسد پس از پایان سفر مشاور امنیت پاکستان به کابل، دو طرف در خبرنامه های جداگانه اعلام کردند که کابل و اسلام آباد یک کار شیوه هماهنگی جدید برای حل و فصل مسائل در گذرگاه های مرزی ایجاد خواهند شد. الجزیره نگاشته است که موعد یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان روز یکشنبه دهم دلو سفر خود به کابل را با هدف بعض در مورد تعامل اقتصادی و راه های رسیدگی به بحران انسانی در همسایه شمال غربی پاکستان به پایان رسانده است. در خبرنامه یکی از سوی دفتر مشاور امنیت ملی پاکستان منتشر شده آمده است که آقای یوسف با مقامات افغان از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرا در سفر دو روزه خود به کابل دیدار کرده است. در خبرنامه تذکر رفته است که این دیدار نتایج قابل توجه از نظر حرکت رو به جلو در زمینه تسهیل تجارت و حمایت از بخش اجتماعی به همراه داشت. با گفته خبرگزاری الجزیره دو طرف توافق کردند یک میکانیسم هماهنگی در سطح ملی برای افزایش تسهیلات در نقاط مرزی ایجاد کنند. الجزیره افزوده است که آنها موافق کرده اند که تجارت مبادله را آغاز کنند و روش های آن باید فوراً بررسی شود.
الجزیره می‌افزاید که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه گفته که تمرکز اقتصادی هر دو طرف یک پیشرفت مثبت است. بلخی گفته که متقی گفت که ما یک مسیر ترانزیتی بین از طریق افغانستان به ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان برای تجارت باز کرده ایم و از جانب پاکستان انتظار داریم که برای تاجران ما تسهیلات فراهم کنند. بر اساس خبرنامه مشاور امنیت ملی پاکستان، دو طرف متحد شدند که روی پروژه های طولانی مدت اتصال منطقه‌ای از جمله پروژه خط لوله گاز طبیعی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند TAPI اقدام مؤثر داشته باشند. در همین حال هزاران خانواده بیجا شده از ولسوالی شینوار به روستاهایشان برگشتند. هزاران خانواده بیجا شده از ولسوالی شینوار ننگرهار دوباره به روستاهایشان برگشتند. این خانواده ها به علت جنگ های خانه هایشان را ترک کرده بودند. و گزارش اسپوتنیک به نقل از تولو نیوز، باشندگان روستای اسدخیل، ولسوالی سپینغر، ننگرهار، ویرانی های روستایشان را میراث مادر بم ها میدانند که نیروهای خارجی چند سال پیش در این روستا بر ضد داعش پرتاب کردند. ناصر خان از باشندگان همین روستا است که پس از نزدیک به 2 سال به تازگی به خانه اش برگشته است. او میگوید که بخش های زیاد این روستا با ویرانه مبدل شدند که باشندگان آن توان بازسازی را ندارند. ناصر خان باشنده اسدخیل گفت کسی توان ساختن دوباره خانه خود را ندارد. مادر بم ها در اینجا استفاده شد، ده ها خانه اینجا ویران شده است. اولین شرط جدی بایدن برای رسمیت شناختن طالبان. خانپور باشنده اسدخیل گفت از طالبان و جهانیان خواهش داریم که با ما توجه و همکاری کنند. در اینجا کلینیک و تب وجود ندارد. باشندگان این روستا میگویند که جنگ های سال های پسین در کنار زیادی مالی تلفات جانی را به باشندگان ولسوالی های شینوار نیز وارد کرده اند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشیم. تا درود دیگر، بدرود.